سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. دوستان، قبل از اینکه کتاب امروز رو براتون بخونم، ازتون میخوام که در صورت امکان کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت هاتون ما رو حمایت بفرمایید. با سپاس. خلاصه کتاب انتظار چنین فاجعه ای رو نداشتم، اثری از ریچل هالیس، از کانال آموزشی انگیزشی لیلوما جویا. زندگی زناشویی ریچل هالیس درست 3 روز مونده به ویرایش نهایی این کتاب به پایان رسید. نویسنده این کتاب پس از 16 سال زندگی مشترک که حاصل اون 4 فرزند بود، از بهترین دوست و همراه خودش که اون رو عاشقانه دوست داشت جدا شد. او در مقدمه کتاب خودش دست به اعتراف بزرگی میزنه، اینکه چطور بروز اختلافات کوچیک در رابطه زناشوییش بدون اینکه متوجه بشه به جدایی بین او و همسرش منتهی شد. برخلاف دیگر کتاب‌های هالیس، این کتاب یه تجربه واقعی و ملموس از وقایع ناگواریه که او از نزدیک تجربه کرده و قصد داره که در این کتاب اون رو با خواننده‌های خودش در میان بذاره. ریچل در مقدمه کتاب خودش می‌نویسه: من هرگز فکرشو نمی‌کردم که روزی چنین اتفاقی برام بیفته و به همین دلیل براش هیچ برنامه‌ای نداشتم. در هنگام نوشتن این کتاب تردید زیادی داشتم، اینکه چطور همزمان بتونم این دوران رو پشت سر بذارم و در عین حال الهام بخش خواننده های خودم هم باشم. در این کتاب من قصد ندارم که جزئیات حوادث ناگواری رو که بر من گذشت با شما در میون بذارم، اما دوست دارم در مورد تأثیری که اون حوادث در من گذاشت با شما صحبت کنم. من هم همانند بسیاری از شما بارها عاجزانه از خداوند خواستم که کمکم کنه و شرایط بسیار سختی رو پشت سر گذاشتم. حالا درست در وسط غم و اندوهی که تحمل اون برام مشکله، میخوام در مورد از نو برخواستن و شروع مجدد صحبت کنم. شاید شما هم مثل من درگیر اتفاقی ناگوار شده باشید و برای پیدا کردن جواب سوالات خودتون صفحات این کتاب رو ورق میزنید. شاید اتفاقی که براتون افتاده غیر منصفانه و بسیار غیر قابل تحمله. در این لحظات نمیشه با خوشبینی از احساساتی که از درون داره شما رو میخوره گذشت. من هم مثل شما در شرایطی قرار گرفتم که کلماتی مثل فحش و نفرین به زمین و زمان میتونست آرومم کنه. ایرادی نداره که شما هم گاهی به بدترین شکل ممکن احساساتتون رو بروز بدین و خودتون رو آروم کنید. بعد از هر بحران، اولین چیزی که به سراغ من میاد و به سراغ همه ما میاد ناامیدیه. بعد از شیوع ویروس کشنده کرونا، خیلی ها ناامیدی رو از نزدیک لمس کردند و میشه گفت که تمام دنیا در این احساس شریک بودن. کار درست اینه که اجازه بدید احساسات درونیتون بیرون بریزه و متوجه بشید که واقعا چه احساسی نسبت به شرایط فعلی خودتون دارید. در نهایت این سختی ها مثل رنج هایی که در گذشته کشیدیم قابل عبوره. برای اینکه در آینده حال خوبی داشته باشید، نیازمند تلاشی زیاد در همین لحظه اکنون هستید. اگر سختی های زندگی شما رو ناامید کرده، هرگز خودتون رو اسیر غم و رنج نکنید. به خاطر داشته باشید که حتی در سخت‌ترین لحظات هم میشه دست به تغییرات بزرگی زد. فصل اول، هویت انسان در گذر از حوادث ناخوشایند دستخوش تغییرات بزرگی میشه.
شاید بارها از خودتون پرسیده باشین که تأثیر درد و رنجی که در زندگی متحمل اون میشید چیه؟ وقتی از یک مرحله سخت عبور میکنیم، اتفاق بزرگی در شخصیت و درون ما میفته. همچنان که تجربه دردآور رو پشت سر میذاریم، شخصیت ما نیز با اون تغییر میکنه و تبدیل به فرد متفاوتی میشیم که با گذشته قابل مقایسه نیست. ما بسته به این که درگیر چه نوع رویداد تلخی میشیم، با بحرانهای هویتی متفاوتی دست و پنجه نرم میکنیم. در ادامه 4 بحران هویتی رایج رو براتون نام میبریم. نکته قابل توجه در تمام این بحرانهای هویتی اینه که نسبت به احساسات خودتون بی توجه نباشید و خودتون رو به خوبی بشناسید. 1. از دست دادن هویتی که در گذشته داریم و در حال حاضر نبود اون رو احساس میکنیم. برای مثال در گذشته کارمند یک شرکت معتبر بودیم که به دلایلی از اون کار اخراج شده. پس از بیکاری و از دست دادن کار مورد علاقمون درگیر بحران بزرگی میشیم، چون خودمون رو فرد بیکاری میدونیم و نمیتونیم با هویت گذشتمون ارتباط برقرار کنیم. وقتی به گذشته فکر میکنیم متوجه میشیم که چقدر در حقمون بی‌انصافی شده. بیشتر ما برای کسب جایگاه شغلیمون فداکاری ها و تلاش های زیادی انجام دادیم. با این حال به دلایل مختلف هویتی که بسیار به اون علاقمند بودیم از ما گرفته شده. این رو به خاطر بسپرید که فقط شما نیستید که در حقتون بی‌انصافی شده. اگر هویتی که براش ارزش قائل بودید رو با بی‌انصافی از شما گرفتن، برای به دست آوردن اون مجدداً تلاش کنید. به همین دلیل باید همه ی تلاشتون رو بکنید که هویت از دست رفتتون رو پس بگیرید. شاید نتونید مجدداً به محل کار قبلیتون برگردید، اما میتونید شرکت دیگه ای رو امتحان کنید، از شکست ها و اشتباهاتی که در کار قبلی خودتون یاد گرفتید برای شروعی مجدد و قوی تر از گذشته استفاده کنید و هرگز کم نیارید. 2. ما به دنبال هویتی هستیم که امکان دستیابی به اون ممکن نیست. فرض کنید آرزوی مادر یا پدر شدن داشته باشید، اما به دلایل مالی و یا ناتوانی جسمی امکان بچه دار شدن براتون وجود نداره. این شرایط نیز میتونه ما رو افسرده و ناتوان کنه. اگه درگیر این شرایط و یا شرایطی شبیه به اون شدید، حتی یک لحظه از فکر کردن به رویاتون دست بر ندارید. برای چیزی که میخواید بجنگید و زود تسلیم نشید. اگه واقعا چیزی رو بخواید حتما میتونید به اون دست پیدا کنید. برای هر مشکلی راه حلی وجود داره که با تلاش و تدبیر حتما به اون میرسید. 3. ما درگیر هویتی میشیم که به تدریج علاقمون رو به اون از دست میدیم. برای مثال ممکنه مدتها مادر خوبی برای فرزندتون بوده باشید، اما در شرایطی خاص تنها مادر بودن نمیتونه رضایت قلبی شما رو برآورده کنه. شما دوست دارید که کاری متفاوت در کنار هویت فعلیتون انجام بدید. شاید دیگران شما رو در نقش فعلیتون دوست داشته باشند، اما احساس میکنید که نیاز به تغییر بزرگی دارید. بسیاری از افراد درگیر این نوع بحران هویتی میشن و حتی از اون آگاه نیستند. تفاوتی نمی کنه که دیگران از شما چه چیزی می خوان. مهم اینه که شما به دنبال چه چیزی هستید. کار درست اینه که تلاشتون رو برای ایجاد تغییری که دوست دارید انجام بدید، حتی اگه به قیمت رنجوندن دیگران باشه. یادتون باشه که شما تنها یک بار فرصت زندگی کردن دارید. 4. به شما هویتی داده شده که شخص دیگری براتون انتخاب کرده.
تصور کنید در محل کار خودتون به شما سمتی داده شده که با توانایی ها و علایق شما سازگاری نداره. بودن در این شرایط برای شما نوعی اجباره و از سر ناچاری اون رو پذیرفتید. در این شرایط هم متحمل درد و رنجی میشید که تحمل اون براتون غیر ممکنه. با این حال میتونید دست به تغییراتی بزنید تا به هدف خودتون برسید. برای مثال با کسب مهارت‌های بیشتر در حوزه کاریتون میتونید امکان ترفیع شغلی رو برای خودتون ایجاد کنید. به خاطر داشته باشید که به هیچ وجه نباید احساسات ناخوشایندی رو که درگیر اون هستید بی اهمیت نشون بدید. با سرکوب احساسی که نسبت به خودتون دارید روزهاتون رو تبدیل به یک جهنم واقعی خواهید کرد. فصل دوم، وقتی دیگران مسئول درد و رنج ما هستند. بیشتر اوقات وقتی با دردی ناخواسته مواجه میشیم عبارت چه کسی بیشتر از هر موضوع دیگری ذهنمون رو درگیر خودش میکنه. اغلب درد ما به خاطر کسیه که باعث رنجمون شده، والدینی که به بدترین شکل ممکن با فرزندانشون رفتار میکنن، شریک زندگیتون که به شما خیانت کرده یا به اعتیاد مبتلا شده، کارفرمایی که علارغم شایستگیتون قدر شما رو نمیدونه، و یا حتی همسایه‌ای که اغلب براتون مزاحمت ایجاد میکنه. اینها نمونه بارز کسانی هستند که منشأ رنجمون از اونجا جون میگیره. وقتی ذهن ما درگیر عامل رنج میشه، به دنبال کشف علتهاییه که باعث اون رفتار آزاردهنده از سوی دیگران شده. در این شرایط ما بیش از اندازه روی رفتار و نیت انسانهای پیرامون خودمون حساس میشیم و به جایی میرسیم که دیگه به هیچ کسی اعتماد نمی کنیم. در واقع تأثیر دلخوری از دیگران میتونه به همه کس تعمیم داده بشه. این کار تا اون جایی پیش میره که دیگه کنترلی بر روی زندگیمون نداریم. گویی همه کس و همه چیز برای بدتر کردن حال ما بر سر راهمون ظاهر میشند. درست در جایی که از شخصی آسیب دیده اید همون لحظه توقف کنید و به خودتون گوش زد کنید که زندگیتون در حال تغییره. بیشک اتفاقی که براتون افتاده تجربه و درسی ارزشمند در دل خودش داره. شما دو انتخاب دارید: یا بعد از اون حادثه تمام جهان رو علیه خودتون ببینید، یا اینکه اجازه بدید با گذشت زمان اون اتفاق رو هضم کنید. زندگی قرار نیست که مثل گذشته هاتون باشه، چون شما تبدیل به فرد جدیدی شدید. در هر اتفاقی و پیش آمدی بخشی از وجود شما در حال تغییره و بدون تردید در مقابله با انسانهای پیرامونتون با تجربه تر شدید. وقتی در مرکز یک بحران قرار دارید، به جای اینکه مدام به اتفاقات گذشته و آینده فکر کنید، روی زمان حال متمرکز بشید. اگه نمیتونید کل یک روز رو فقط روی شرایط فعلیتون متمرکز بشید، لااقل به مدت یک ساعت همه چیز رو فراموش کنید و برنامه‌ای برای بهتر شدن حالتون بریزید. در همین 60 دقیقه قدرتی پیدا خواهید کرد که میتونید مجدداً برای آیندهتون برنامه ریزی کنید. با این حال در ساعات دیگر روز ممکنه باز هم در غم و اندوه خودتون فرو برید. این طبیعیه و به خودتون زمان کافی برای عبور از اون رو بدید. یکی از سوالاتی که در حالت اندوه به سراغمون میاد اینه که چرا این اتفاق برام افتاده؟ چرا من؟ چرا همسر من؟ چرا فرزند من؟ بر این شرایط به دنبال جواب سوالهاتون هستید تا بتونید قدری خودتون رو آروم کنید. اما اگه جوابی منطقی برای سوالاتون وجود نداشته باشه چی؟ در زندگی
پیشامدهای اتفاق میفته که هیچ جواب منطقی و قابل قبولی براش وجود نداره. پیدا کردن جواب سوالاتتون شما رو آروم نمی کنه، حتی ممکنه حالتون رو بدتر هم بکنه. اینکه کاش در اون روز مشخص اون مسیر رو نمی رفتید و یا اون کار رو انجام نمی دادید، شما رو فقط به نقطه‌ای می رسونه که کنترل همه چیز رو از دست خواهید داد. چنین سوالاتی باعث میشه که زندگی رو اونقدر تلخ و غیر منصفانه ببینید که دیگه توان ادامه مسیر رو نداشته باشید. زندگی عادلانه نیست. این حقیقت بزرگیه که شنیدنش ممکنه حالتون رو خراب کنه. بنابراین به جای یافتن دلیلی منطقی در پشت حوادث ناگوار، دیدگاه دیگه رو انتخاب کنید. بر روی چیزی که تحت کنترل خودتون هست متمرکز بشید. شاید نتونید مانع بروز اتفاقات ناخوشایند بشید، اما واکنش شما کاملا به خودتون بستگی داره. تمرکز خودتون رو بر روی تجربیات و درس‌هایی که از اتفاقات ناگوار گرفتین قرار بدید. این تنها کاریه که کاملا تحت کنترل شماست. فصل سوم، احساساتتون رو بدون قضاوت بروز بدید. اگه احساساتی رو که آزارتون میدن تخلیه نکنید، مثل یک دیگ زودپز از فشار زیاد منفجر خواهد شد. همه ما نیازمند کسانی هستیم که بتونیم بدون نگرانی از قضاوت شدن با اونها درد دل کنیم. نویسنده پیشنهاد میده که برای خودش یه گروه امن تشکیل بده تا به راحتی و بدون ترس قضاوت شدن با همدیگه به گفتگو بپردازن. اگه چنین گروهی رو نمیشناسید، سعی کنید حداقل یه نفر رو پیدا کنید تا بدون نگرانی در مورد احساساتتون با او صحبت کنید. لازم نیست که تمام جزئیات چیزهایی رو که نگرانتون میکنه با او در میون بذارید. ابتدا مسائلی کوچیک رو با اون در میون بذارید تا به نوعی اون رو مورد آزمایش قرار بدید. اگه تونستی با اون شخص احساس راحتی و صمیمیت کنید، اون وقت میتونید در مورد مسائل مهمتری که آزارتون میده صحبت کنید. این نکته رو هم به خاطر بسپرید که تنفر نمیتونه حالتون رو بهتر کنه. به خاطر خودتون باید خودتون رو از این احساس رها کنید. اگه نسبت به کسی دل چرکین هستید، سعی کنید نسبت به اون شخص بی تفاوت بشید. نمیتونیم کارهایی رو که دیگران در حقمون انجام دادن فراموش کنیم، اما لااقل میتونیم از اون درس بگیریم. علاوه بر این، گاهی اوقات ممکنه که خودمون سبب رنجش شخص دیگه‌ای شده باشیم. در این مواقع باید همه ی تلاشتون رو انجام بدید تا بتونید اشتباه خودتون رو جبران کنید. با این حال، اگه شخص مقابل شما از این اشتباه به عنوان تنبیهی استفاده می‌کنه که تا آخر عمرتون اون رو بر سرتون بکوبه، به هیچ وجه کوتاه نیایید. شما نباید بابت انجام یک کار اشتباه در گذشته تا پایان عمرتون سرزنش بشید. اگه کسی به شما گفت که اشتباهتون رو بخشیده، اما مدام اون رو به روتون میاره، باید بدونید که او عمدن شما رو دوچار چنین مخمصه‌ای کرده. اگه کسی شما رو واقعا بخشیده باشه، پس نباید درد و رنج شما رو هم بخواد. یکی از تکنیک های خوبی که در این شرایط به شما کمک میکنه اینه که نقش یک مشاور رو بازی کنید. شاید از اینکه شخصی رو آزار دادید بسیار ناراحت هستید و گناه سنگینی رو بر شونه هاتون احساس میکنید. تصور کنید شما یک مشاورید و یکی از مراجع کننده هاتون مشکلی مثل شما داره. در چنین موقعیتی چه توصیه‌ای به او میکنید؟ اغلب ما ممکنه در برهه‌های از زندگی دچار احساس سردرگمی بشیم، اما همچنان بتونیم مشاوران خوبی برای بقیه باشیم.
از این مهارت کمک بگیرید و از بیرون به مشکلی که دوچار اون هستید نگاه کنید. احتمالاً وقتی در حال مشاوره هستید با اون شخص نیز همزاد پنداری میکنید و حتی با اون مهربون هم خواهید بود. با این کار میتونید بفهمید که بهترین راه حل ممکن چیه و چگونه باید خودتون رو از شرایطی که در اون قرار دارید نجات بدید. فصل چهارم، دیدگاه انسانها به زندگی اونها رو تحت کنترل خودش داره. بیشتر رنجهایی که در زندگی متحمل اون میشید زاییده افکار و دیدگاهیه که نسبت به زندگی داریم. نکته مهم اینه که لزوماً دیدگاه شما بر مبنای حقیقت نیست. همه ما بر اساس تجربیات گذشتمون درسهای آموختیم که باورهامون رو تحت شعاع خودش قرار میده. برخی از دیدگاه ها بسیار محدود کننده بوده و باعث میشن که در هنگام بروز ناملایمات زندگی آسیب پذیر تر باشید. برای مثال، آیا انسانهای اطراف خودتون رو غیر قابل اعتماد توصیف میکنید؟ آیا به نظرتون برای به دست آوردن پول باید رنج زیادی متحمل بشید؟ جوابی که شما به این سوالات میدید بر اساس تجربیات گذشتتونه. این دیدگاه ها قرار نیست که تا ابد به همین شکل باقی بمونه و همزمان با گذر زمان نیاز به بازسازی و تغییر داره. ممکنه در گذشته یک سگ شکاری گازتون گرفته باشه و از اون زمان به بعد با مشاهده سگها حتی از نوع کوچیک و آپارتمانیشون هم چنین احساسی رو تجربه کنید. این فرایندیه که در ذهن شما به صورت ناخودآگاه شکل گرفته و اگه نسبت به اون آگاه نباشید کنترل همه چیز رو به دست خواهید گرفت. اگه توانایی این رو دارید که جنبه منفی هر رویدادی رو درک کنید، پس میتونید جنبه مثبت اون رو هم به خوبی بشناسید. اتفاقی که در گذشته در رابطه با سگ شکاری براتون ایجاد شده میتونه شما رو محتاط‌تر کنه، اما این به منزله دوری کردن کامل از سگ ها نیست. بنابراین در هر رویدادی تنها به دنبال جنبه های منفی اون نباشید و سعی کنید از دریچه دیگری هم به اون نگاه کنید. چنین تغییراتی به شما این امید رو خواهد داد که زندگی هنوز هم در جریانه و حتی در قالب رویدادهای ناگوار نتایج مثبتی هم به دنبال داره. شخصی که بتونه جنبه های منفی یک رویداد ناگوار رو تبدیل به نکته‌ای مثبت کنه یک ابرقهرمانه. قطعاً بخش های تلخی در زندگی همه ما وجود داره که اونها رو بیش از اندازه برای خودمون بزرگ کردیم. وقتی موضوعی رو بیش از حد بزرگ و بغرنج توصیف میکنیم، در واقع آگاهانه در حال شکنجه خودمون هستیم، در حالی که با کمی تغییر دیدگاه میتونیم رویکرد بهتری نسبت به اون موضوع داشته باشیم. در چنین موقعیت هایی برای لحظه‌ای حتی کوتاه خودمون رو خارج از اون شرایط رنجاور تصور کنیم و دیدگاهمون رو به چالش بکشیم. از خودمون بپرسیم که آیا دیدگاهمون در مورد اون موضوع حقیقت داره یا نه. نقطه مقابل دیدگاه خودتون رو پیدا کنید و در مورد اون فکر کنید. لازمه که در هر اتفاقی زوایای مختلف اون رو بررسی کنید تا دیدگاه معقول تری نسبت به اون داشته باشید. بنابراین همواره باورها و افکار خودتون رو به چالش بکشید تا بتونید جهان رو با لنز متفاوتی ببینید. به عنوان مثال در اطراف خودتون به دنبال افرادی باشید که دیدگاهی متفاوت نسبت به تو دارن. عقاید و باورهای اونها رو بشناسید تا بتونید از زاویه کاملا متفاوتی به اتفاقات زندگیتون نگاه کنید.
همه ما به تأثیری که افکار و باورهای متفاوت دیگران در زندگیمون میذارن نیاز داریم. گاهی اوقات با دیدن زندگی کسانی که شرایط بسیار سخت‌تری نسبت به ما دارن آروم‌تر میشیم. ما متوجه میشیم که زندگی برخلاف سختی‌ها و موانع غیر قابل پیش‌بینیش همچنان میتونه ادامه داشته باشه. فصل پنجم، داشتن ذهنیت رو به رشد زندگیتون رو تغییر میده. نویسنده از یک کتاب تأثیرگذار به نام طرز فکر صحبت میکنه که ذهنیت اون رو نسبت به زندگی تغییر داده. نویسنده این کتاب کارل دوک هست که در اون در مورد دو ذهنیت کلی افراد صحبت میکنه. از نظر او افراد به دو دسته تقسیم میشن، اونهایی که دارای ذهنیتی مثبت هستند و ثابت هستند و دسته دیگه افرادی که ذهنیتی رو به رشد دارند. گروه اول به ندرت در طول زندگیشون تغییر میکنند. اونها وقتی افراد موفق رو میبینند با خودشون تصور میکنند که حتما اونها با استعداد ذاتی و منحصر به فردی متولد شدند. در مقابل افرادی که ذهنیت رو به رشد دارند تا پایان عمرشون به دنبال یادگیری مهارت‌ها و توانایی‌های جدید هستند. این دسته از افراد مدام در حال رشدند و از هیچ کاری برای بهتر شدن خودشون دریغ نمی‌کنند. نویسنده این کتاب اعتقاد داره که تنها یه چیز بین شما و اون چیزی که دوست دارید فاصله ایجاد می‌کنه. اون چیز نداشتن دانش. یعنی اگه در مورد هر کاری دانش و مهارت اون رو به دست بیارید قطعاً به نتیجه دلخواهتون خواهید رسید. طرز فکر خودتون رو مثل گل رسی بدونید که تنها با اراده شما به هر شکلی که بخواید در خواهد اومد. اون تکه گل رس نرم و لطیف با دستان شما میتونه تبدیل به یک قوری یا گلدانی زیبا بشه، مادامی که به اون گل رس خاک و آب اضافه کنید توانایی تغییر شکل رو خواهد داشت. افکار شما هم همواره باید قابلیت تبدیل شدن به چیزی بهتر رو داشته باشند. این همون ذهنیت رو به رشده که در مواجهه با دشواری های این جهان به کمکتون خواهد اومد. در کنار این موضوع از یاد نبرید که برای هر چیزی در زندگی فصلی وجود داره. همان گونه که اوقاتی از زندگیتون در شادی و آرامشی غیر قابل توصیف هستید، رنجها و دردها هم مثل زمستونی سخت به سراغتون خواهند اومد. این یک چرخه غیر قابل اجتنابه و همچون مرگ هیچ کنترلی بر روی اون نخواهیم داشت. این هم نوعی انتخابی که تصمیم بگیرید در فصل غم و اندوهتون فقط دست روی دست بذارید. اما قطعاً برای این که بتونید با موفقیت زمستون غم و رنج خودتون رو پشت سر بذارید، نیاز به همراهی و کمک دیگران خواهید داشت. هرگز فصل سخت رنج ها رو بدشانسی تعبیر نکنید، بلکه همواره به دنبال راهکارهایی برای عبور از اون باشید. بسیاری از ما وقتی با مشکل خاصی مواجه میشیم همه ی توان خودمون رو بر روی صورت مسئله میذاریم، یعنی خود مشکل. شخصی که از همسرش طلاق گرفته ممکنه جذب صدها مقاله‌ای بشه که از زبان افراد مطلقه نوشته شده. اونها با خوندن جملات پرسوز و گداز اون مقالات خودشون رو آروم میکنن و فصل غمشون رو اینگونه پشت سر میذارن. این کارها نتیجه‌ای نداره، بلکه بهتره به سراغ راهکارهایی باشید که در شرایط فعلی به کمکتون میاد. برای مثال نحوه رفتار با بچه‌ها بعد از طلاق یا یادگیری مهارت‌های جدید برای استقلال مالی بیشتر.
در نهایت به دنبال روشی باشید که با توجه به روحیتون براتون مناسبه. اگه راه حلی رو امتحان کردید که به نتیجه مورد نظرتون نرسیدید، راه دیگه رو امتحان کنید. اگه اون راه هم مؤثر نبود، راه دیگه رو امتحان کنید. در واقع شما باید روشی رو برای مقابله با شرایط دشوار فعلیتون انتخاب کنید که برای شخص شما مناسب باشه. فصل ششم، با ترس هاتون شجاعانه روبرو بشید. همه ما ترس هایی رو در زندگیمون تجربه می کنیم که شهامت تغییر رو از ما سلب می کنه. وقتی نسبت به انجام کاری بیش از اندازه دو دل هستید، ترس بیشتری رو تجربه خواهید کرد. ترس بیشتر باعث استرس و تنش در شما میشه و کنترل زندگیتون رو تحت اختیار خودش قرار میده. توصیه نویسنده اینه که تمامی ترس‌های خودتون رو در مورد موضوعات مختلف در جایی یادداشت کنید. به عنوان مثال با این جمله شروع کنید: چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه ای از اون میترسم اینه که، و جای خالی رو صادقانه و بدون سانسور پر کنید. در این زمینه باید با خودتون کاملا صادق باشید. برای مثال ممکنه از دست دادن مادر، پدر و یا همسرتون یکی از ترس‌های زندگیتون باشه، یا از این میترسید که بیکار بشید و توانایی پرداخت اجاره خونه و یا قبض‌هاتون رو نداشته باشید. وقتی با ترس هاتون روبرو میشید، تا اندازه زیادی از قدرت اون کاسته میشه. بعد از اینکه ترس هاتون رو نوشتید، حالا باید راه حلی برای اون پیدا کنید. برای مثال اگه بیکار بشید چه کاری انجام میدید؟ یا چه اتفاقی در انتظارتون خواهد بود؟ اگه بتونید راه حل های کاربردی برای هر کدوم از ترس هاتون پیدا کنید، دیگه در مقابل اتفاقات ناشناخته و یا غیر منتظره سردرگم نخواهی شد. این کار به شما قدرت بیشتری خواهد داد، چون قبل از بروز یک اتفاق در مورد راهکارها و واکنش خودتون فکر کردید. اگه سرپرستی چند فرزند رو بر عهده دارید و یا در موقعیتی هستید که چند نفر به شما و حضورتون دلگرم هستن، نوشتن ترس ها و راه حل ها رو حتما انجام بدید. چه چیزی بیشتر از شجاعت شما میتونه الهام بخش اطرافیانتون باشه؟ بنابراین رویارویی با ترس و برنامه ریزی برای رویارویی با اتفاقات ناخوشایند فقط به شخص شما مربوط نیست. شما بیشتر از چیزی که تصور میکنید میتونید الهام بخش دیگران باشید. نویسنده این کتاب در دوران کودکی برادر بزرگ خودش رو از دست داد. برادر او با یک هفت تیر به سرش شلیک کرد و با این خودکشی مادر و پدرش رو برای همیشه عزادار کرد. نویسنده در کتابش به خوانندگانش اعتراف میکنه که پس از اون سانحه مادر و پدرش هرگز مثل گذشته نشدن و این باعث شد که او روزی از خونه فرار کنه. به همین دلیل او اعتقاد داره که برای هر رنجی باید دوره‌ای وجود داشته باشه و پس از اون باید آمادگی خودتون رو برای شروع یک زندگی جدید اعلام کنید. در غیر این صورت افراد مهمی که در کنارتون هستن سخت‌تر از شما آسیب خواهند دید. به عنوان والدین نباید اجازه بدید که فرزندان شما درد و رنجتون رو ببینند. هرگز نگید که اونها قوی هستند و یا به اندازه کافی شما و شرایطتون رو درک می‌کنند. اگر از چیزی ناراحت هستید، اجازه ندید که فرزندتون درگیر اون مشکل بشه. این وظیفه فرزند شما نیست که مراقب حال شما باشه، بلکه این شما هستید که مسئولیت سنگینی در قبال تربیت و رشد اونها دارید. وظیفه ما به عنوان کسی که دیگران به حمایتمون نیاز دارن اینه که همیشه
ثبات خودمون رو در هر شرایطی حفظ کنیم. نگرانی و استراب اتفاق عجیبی نیست، اما نباید اون رو به کسانی که به توجه و مراقبت شما نیاز دارن تعمیم بدیم. فصل هفتم، در هنگام بحران عادتهای بد فقط درد شما رو عمیق‌تر می‌کند. وقتی یک روز پر استرس رو در محل کار خودتون سپری می‌کنید، چه کاری انجام میدید؟ شاید در اون روز به خودتون اجازه بدید که وقت نهار غذای چرب و پر کالری بخورید، یا یک دونات شکلاتی رو به عنوان دسر نوش جون کنید. حتی ممکنه پشت سر هم سیگار بکشید، یا از همه بدتر به نوشیدنی های الکلی روی بیارید. بحران ها همیشه وجود دارن، اما هرگز نباید بهانه‌ای بشن که روی به عادت های غلط بیارید. هرگز به بهانه وقوع یک اتفاق سخت به دنبال لذت های کوچیک و بیهوده نرید. پرداختن به این گونه لذت های کوچیک میتونه در دراز مدت مشکلات بیشتری رو براتون ایجاد کنه. در هنگام استرس و تنش هم باید مراقب کارهایی که انجام میدید باشید، تا باعث تولید عادتهای سمی در خودتون نشید. مغز انسان در بروز شرایط ناگوار نمیتونه درست تصمیم گیری کنه. به همین دلیل خواه ناخواه ممکنه اقدام به انجام کارهایی سطحی کنید که ذهنتون کمتر درگیر اون میشه. در این موقعیت ها باید بیشتر از همیشه بر روی این موضوع کنترل داشته باشید که با عادت های سمی سبک زندگی سالم خودتون رو برهم نریزید. هرگز به دلیل اینکه یک دوره سخت رو پشت سر گذاشتید به سراغ سیگار یا مواد مخدر نرید. شاید فکر کنید که فقط برای مدت کوتاهی به این لذت ها روی خواهید آورد، اما بعد از عبور از بحران مجدداً به روال عادی زندگیتون بر نمی گردید. این یک اشتباه محضه، چرا که اگه چنین عادتهایی رو در خودتون شکل بدید، فرار از اون حتی در دوران آرام زندگیتون هم دشوار خواهد بود. بنابراین بسیار ضروریه که در هنگام بحران بر شکل گیری عادتهای خوب تمرکز کنید. برای مثال عمل نفس کشیدن ساده رو در نظر بگیرید. در زمانی که احساس فشار روانی زیادی می کنید، روی نفس هاتون متمرکز بشید. چشم هاتون رو ببندید و چند نفس عمیق بکشید. در کنار این کار هرگز ورزش رو فراموش نکنید. قرار نیست که خودتون رو درگیر دوی ماراتون کنید. به بدن خودتون گوش بدید، چون در چنین شرایطی جسم ما بهترین راه نماست. اگه احساس میکنید که کمی دویدن یا ورزش های هوازی میتونن روحیتون رو بهتر کنه، حتما این کار رو انجام بدید. فصل هشتم، در سخت ترین شرایط به دنبال چیزی باشید که از اون لذت میبرید. در هنگام بحران‌ها زانوی غم به بغل گرفتن و شکایت کردن ساده‌ترین کار ممکنه. هرگز خودتون رو به این رویه عادت ندید. باور داشته باشید که حتی در شرایط سخت و بحرانی هم میشه کارهای انجام داد که روحیه خودتون رو تقویت کنید. اگه نتونید در هنگام بحران‌ها روحیه خودتون رو قوی نگه دارید، تا پایان عمرتون حالت افسردگی و ناامیدی رو با خودتون به دوش خواهید کشید. هر اتفاقی که براتون بیفته، شهامت دوباره برخاستن رو پیدا کنید. برای این کار نیاز به قدری تفریح و سرگرمی دارید. در اوایل قرن بیستم، زمانی که جنایتکاران در ملأ عام به دار آویخته می شدند، افرادی وجود داشتند که حتی در آخرین لحظه مرگ هم به شوخی می پرداختند. اونها لبخند بر لب داشتند، چرا که می خواستند نشون بدن در دل یک حادثه غم‌انگیز هم
میشه همچنان خندید. در مقابل مجرمانی هم بودند که تا آخرین لحظه به گریه و التماس میپرداختند. این موضوع میتونه درس بسیار بزرگی برای همه ما باشه. هیچ اتفاقی تلختر از این نیست که در ملأ عام به دار آویخته بشید. آیا وضعیتی که در حال حاضر در اون قرار دارید به دشواری این اتفاق هست؟ قطعا نه. همه ما خاطرات خوبی در گذشته داریم که یادآوری اون میتونه باعث شادیمون بشه. بی تردید لحظاتی وجود داره که در اون از اعماق وجودمون خندیدیم. با یادآوری اون خاطرات میتونید حتی در لحظات اندوه نیز کمی حالتون رو بهتر کنید. شوخ طبعی و خوندن مطالب طنز در دوران بحران میتونه رویه شما رو قوی تر کنه. وقتی در شرایط سخت لبخند بر لب دارید، ترس ها و رنج ها قدرت کمتری پیدا کرده و دیگر کنترلی بر روی شما ندارد. یک راهکار دیگه اینه که در شرایط سخت فهرستی از چیزهایی که بابت اون قدردان هستید تهیه کنید. قطعاً چیزهایی در زندگیتون دارید که به خاطر اون خدا رو شکر میکنید. تمام اون چیزها رو در دفتری بنویسید و مدام یادآوریشون کنید. برخی از روزها ممکنه برای نوشتن فهرست شکرگزاری بیشتر فکر کنید، اما حتما این کار رو انجام بدید. وقتی شروع به نوشتن میکنید متوجه میشید که چیزهایی که بابت اون شکرگزار هستید در حال بیشتر شدن هستند. به این کار ادامه بدید تا بتونید حادثه تلخی که دچار اون شدید به تدریج بی اهمیت بشه. امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. با سپاس، علیرضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ما جویا. کتاب های صوتی از کانال لیل و ما جویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم.